راجبش خیلی صحبت میشه، ولی در عمل خیلی سخته. در عمل خیلی سخته که ما بتونیم ببخشیم. امروز میخوام چند تا آیه رو با هم مرور کنیم و میدونم که شما این آیات رو حفظ هستید. میخوایم مرور کنیم، میخوایم گوش کنیم، ببینیم که واقعا پیغام خدا چیه در رابطه با بخشش. در ابتدا میخوام یک زمینه‌ای بگم که خدای ما نیکوست. خدای ما نیکوست و بهترین رو برای ما میخواد، و چون ما میتونیم ببخشیم و خدا اینو میدونه که ما قادر هستیم که ببخشیم، اینو به ما گفته، این دستور رو به ما داده. اگه ما نمیتونستیم ببخشیم، خب خدا هرگز چیزی نمیگه که ما نمیتونم اونو انجام بدیم. پس بریم به مرقس، کتاب مقدستون رو لطفاً داشته باشید، اگه رو تاخچه هست برید بردارید بیارید. کتاب مقدس رو میخواییم زیر آیات رو خط بکشیم یا علامت بزنیم یا آیات رو حفظ کنیم. میخوام از رو کتاب خودتون این آیات رو ببینید. کتاب مرقس باب 11، مرقس باب 11 آیه 25 اینطور میگه: پس هرگاه به دعا میایستید، اگر نسبت به کسی چیزی به دل دارید. نمیگه که اگه کسی به شما بدی کرده، نمیگه که اگه حقتونه، یا بله همدردی نمی کنه که اگه کسی به شما بدی کرده و شما در عذاب هستید. میگه اگه چیزی به دل داری نسبت به کسی، چیز کوچیک، اگه چیزی به دل داری وقتی که تو دعا میری، درسته؟ اگه به چیزی به دل دارید، او رو ببخشید. میگه همونجا میگه او رو ببخشید، تا اینکه پدر شما در آسمان خطاهای شما را ببخشد. اما اگه نبخشید، پدر شما در آسمان نیز خطاهای شما را نمی بخشد. پس ببخشید. خب خیلی ساده میگه، میگه اگه چیزی به دل دارید. خب بریم به کتاب متا، انجیل متا. همینو داره میگه، انجیل متا باب 6، انجیل متا باب 6 آیه 14 همینو میگه، میگه وقتی به دعا میری دعای ربانی رو میگه، بعد در آخر میگه: زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمان شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر آسمانی نیز شما را نخواهد بخشید. خیلی سنگینه. اصلا ما ایماندار شدیم، مسیح شدیم که گناهان ما بخشیده بشه، به خدا وصل بشیم. درسته؟ هدف مسیحیت این بود، هدف انسان شدن خدا این بود که بره روی صلیب و بهای گرانی پرداخت کرد تا گناهان ما بخشیده بشه. حالا تصورشو بکنید که این اتفاق نیفته. پس ایمان ما بیهوده است، ایمان ما به بتالته، چون ایمان داریم بر چیزی که در زندگی ما اتفاق نیفتاده. و چرا اتفاق نیفتاده؟ چون که نبخشیدیم. حالا چند تا قدم میخوام برای بخشش بگم. اول اینکه بگم که بخشش چی نیست، و بعد بگم که چی هست. بخشش برای طرف مقابل نیست، برای خود شماست. بخشش اینه که شما آزاد بشین. وقتی نبخشیدید، انگار یه سم میخوردید و این سم داره شما را از بین میبره. پس بخشش
برای دیگران نیست، دیگران بدیشون رو کردن و کاری به اونها نداریم، ما میخوایم خودمون آزاد بشیم. یک. بعد بخشش گذشتن از اون مسئله نیست، ما نمیگذریم. اگه کسی اشتباهی کرده، قتلی کرده، دزدی کرده، طبق قانون باید مجازات بشه، درسته؟ مجازاتی هست، قانون شکسته باید مجازات بشه، ما کاری به مجازاتش رو اون نداریم، میسپاریم به قانون. خب این نیست که ما بخشیدیم پس میتونه بره هر کاری دیگه دوست داره بکنه، چند نفر دیگه هم ازشون دزدی کنه، چند نفر دیگه هم قتل کنه. نه، اونا رو ما میسپاریم به قانون، ولی ما بخشیدیم. پس بخشش گذشتن نیست، بخشش سکوت کردن نیست. بخشش وقتی شما کسی رو میبخشید غیبت نمی کنید، ولی نسبت به بدی اون ساکت نمیشید، باید به کسی که مربوط میشه اعتراف کنید. مثلا اگه بچه اشتباه کرده، گناهی کرده، شما باید برید به پدر مادر اون بگید، نباید سکوت کنید، باید برید بگید، اطلاع بدید. فقط برای همین شما بدی اون شخص رو نمیخواید، خوبی اون بچه رو میخواید و برای همین سکوت نمی کنید و میرید به کسی که مربوط میشه میگید، نمیرید پشت سرش حرف بزنید یا غیبت کنید. و بخشش محبت زیادی نیست، این نیست که کسی که شما بخشیدید حالا برید محبتش کنید، قربون صدقش برید، نمیدونم خیلی چیزا بهش بدید، محبتش کنید، هی هدیه ببرید براش. نه، وقتی که کسی رو میبخشید، شما بخشیدید، ولی دلیل نمیشه که اجازه بدید وارد حریم زندگیتون بشه. پس بخشش محبت زیادی نیست، محبت اضافه نیست. و بخشش بخشش محبت، نه اینکه او رو محبت نه، همکاری کردن با او نیست. این نیست که شما او رو بخشیدید، یه نفر مثلا تو بیزینستون از شما دزدی کرده، خب شما نمیرید دوباره با اون بیزینس کنید، بخشیدیش ولی اون کارو تکرار نمیکنه، اجازه نمیدید که به حریم شما وارد بشه، اجازه نمیدید که با شما همکاری کنه، اون اشتباه تکرار نمیکنه. خب پس بخشش همکاری نیست، تکرار اشتباه نیست، تکرار محبت نیست و گذشتن ازشون نیست. درسته؟ هستید با من؟ میتونید چیز بنویسید اگه هستید، میشنوید صدای منو؟ آمین، خدا رو شکر. پس ما میخوایم ببینیم که بخشش حالا چی هست. اینجا داره میگه که اگه چیزی در دلتون نسبت به کسی دیگه دارید، اگه چیزی تو دلتون هست، یعنی چجوری یک چیز در دل ما قرار میگیره؟ اول اینکه یه نفر خب یک حرف زشتی میزنه یا یه کار بدی میکنه یا یک حالا هرچی پشت سر ما حرف زده یا یه نقشه‌ای به ضد ما کشیده، حالا هر چی، شما اسم اون شخص رو بیارید تو فکرتون، تو ذهنتون، درسته؟ یه نفر رو بهش فکر کنید که مثلا این بدی رو کرده، به این بدی فکر کنید. خب حالا این شخص که بدی کرده، این شما چون نبخشیدیش، چون تو فکرتون مونده، شما نسبت بهش تلخ شدید، درسته؟ حالا این تلخی تو دل شما قرار گرفته، پس حالا شما یک چیزی نسبت به کسی دارید، یک چیزی در دلتون هست
که نسبت به کسی در شما به وجود اومده، شما از اون تلخی بعد آزاد بشید و شما هستید که بعد آزاد بشید. پس بخشش اول یک تصمیمه، شما تصمیم میگیرید که ببخشید، احساس نمی کنید. بخشیدن احساس شما نیست، شما تصمیم میگیرید. اول یک تصمیمه، من تصمیم میگیرم که فلانیو با این خطاشو من ببخشم، من تصمیم میگیرم. پس اول تصمیمه. پس ما نگاه نمی کنیم که این شخص چیکار کرده، مهم نیست چیکار کرده، آیا قتل کرده، ببخشید همسر منو کشته، آیا عمدن این کارو کرده، آیا تصادفی این کارو کرده، یا آیا خودکار منو دزدیده. پس مهم نیست که چه اتفاقی افتاده، مهم اینه که ما یه چیزی در دلمون نسبت به این شخص داریم و اونو باید ما از دلمون پاک کنیم. این سم رو از دلمون باید بزنیم بیرون، از بدن ما باید خارج بشه، وگرنه ما رو مریض میکنه. از نظر فکری ما مریض هستیم، از نظر فیزیکی ما مریض میشیم، درد میگیریم، کمردر، آرتروز، اینا همش نتیجه نبخشیدنه. همش نه، یعنی میتونه اثر نبخشیدن باشه. حتی بعضی وقتا انقدر عزیزان تلخ میشن که سرطان میگیرن. بله، و وقتی میبخشن، وقتی این چیزها از دلشون این سم میاد بیرون، جسمشون هم شفا پیدا میکنه. من بارها شنیدم که جسمشون هم شفا پیدا میکنه و آزاد میشن از این درد، از این مریضی. پس اولا اینه که بخشش یک تصمیمه، مهم نیست که طرف چیکار کرده. دوم این که اطاعت از دستور خداست. خدا به ما دستور داده که ببخشید و هشدار داده که اگه نبخشید چی میشه. پس یک دستوره و ما باید از احکام خدا اطاعت کنیم، چاره دیگه نداریم، باید از احکام خدا اطاعت کنیم. و عیسی مسیح گفته که وقتی میستی دعا میکنید. ما باید ببخشیم، این دعای ما بالا نمیره، شنیده نمیشه. خیلی وقتا میگن که چرا خداوند دعای منو جواب نمیده، من که این همه خدمت کردم، من که این همه هدایا دادم، ده یک دادم، وفادار بودم، زحمت کشیدم، از استعدادم زدم. اصلا به کارهای ما نیست که ما چه کار کردیم، به فیض خداست که ما بخشیده شدیم. ولی اگر ما نبخشیم، اون مثال یادتونه وقتی که نوکر میره پیش اربابش، اربابش رو میبخشه، ولی این میره پیش یه نفر دیگه که بهش بدهکار بوده و اون شخص رو نمیبخشه و ارباب میاد میگه که من تو رو بخشیدم، چرا تو این کارو کردی؟ و حالا که اینطور شد اونو میندازه زندان تا آخرین دینار رو پس بده. خب پس بخشش خیلی برای ما حیاتیه تا اینکه دعای ما شنیده بشه. حالا کتاب انجیل متی رو اونجا میگفت هنگام دعا، ولی اینجا ببینیم که چی داره میگه. آیه 23 متی باب 5، متی 5 23. پس اگر هنگام تقدیم هدیه بر مذبح به یاد آوری که برادرت از تو چیزی به دل داره. خب اینجا برعکس میگه، حالا شما به دل نداری، برادر چیزی نسبت به تو به دل داره، یادت میاد. بعضی وقتا خب ما حرفایی میزنیم، عزیزان ناراحت میشن و خودمون متوجه نیستیم، اونا هم هیچی نمیگن و میگذره. ولی اینجا میگه که اگه به یاد آوری که تو بدی کردی نسبت به کسی، هدیت رو همونجا بگذار و برو با برادر خود آشتی کن و بعد بیا هدیت رو تقدیم کن. با شاکی خود که تو رو به محاکمه میبره
تا هنوز به باوی در راه هستی صلح کن، مبادا تو رو به قاضی بسپاره و قاضی تو رو تحویل نگهبان بده و به زندان بیفتی. به تو میگویم تا قران آخر را نپردازی از زندان به در نخواهی آمد. پس اینجا راجع به اینکه آیا شما خطایی کردی، اشتباه کردی. و ببین این صلح و آشتی، این ارتباط، این اتحاد چقدر مهمه برای خداوند، چقدر حیاتیه برای خداوند، که باز داره تکرار میکنه. میگه که اگه داری میری دادگاه، اگه میری دادگاه برای محاکمه، برای قضاوت، برای هر چیزی، تو راه آشتی کن، با شاکی خودت آشتی کن، مسائل و نذارید همینجوری بزرگ و بزرگتر بشه. خیلی مهمه. برای همینه که در افسوسیان میگه که نذارید که با عصبانیت در خشم غروب کنید، روز تموم بشه، بلکه آشتی کنید، نذارید این خشم شما بمونه. اگه شما عصبانی هستید نسبت به کسی، اگه ناراحت هستید نسبت به کسی، چیزی به دل دارید، اونو حل کنید، نذارید در دل شما یا در دل کسی دیگه‌ای بمونه، نذارید و سعی کنید خودتونو آزاد کنید. حالا بریم به اینجا راجب همین متا باب 5 آیه 33 میگه شنیده اید که گفته شده همسایت رو محبت نما و یا دشمنت با دشمن دشمنی کن. شما شنیده اید. اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنانی که به شما آزار میرسونن دعای خیر کنید. این شاید به قوت ما نشه. این به احتیاج داریم قدرت خدا را. اینجا احتیاج داریم که کسی که دشمن ماست ما بتونیم او را محبت کنیم. عیسی مسیح این کارو کرد، نه؟ دشمنانش داشتن اونو مصلوب میکردن، توف مینداختن و هولش میدادن، شلاقش میزدن، ناسزا میگفتن، دیگه بدتر از اینا، بالاتر از این. و عیسی مسیح چی گفت؟ به آسمان نگاه کرد، گفت پدر اینا رو ببخش. آیا فقط یه چیز زبونی گفت که شما خوشتون بیاد و این آیه رو ما هی تکرار کنیم تو موعظه ازش استفاده کنی؟ نه، عیسی مسیح واقعا از دل دعا کرد. چیزی تو دلش نبود، چون میفهمید، انسانها رو میشناخت، برای همونا داشت روی صلیب قربانی میشد، برای گناهان همون دشمنان. و از ته دل گفتش که پدر اینها رو ببخش، نمیدونن دارن چیکار میکنن. و این یک قدرت الهی میخواد و خدا من بهتون میده. شما دعا کنید، بگید که من خودم نمیتونم دشمنم ببخشم، این دشمن منه، این بدیه، این حقشه، من نمیتونم ببخشم، تو به من کمک کن که ببخشمش. و اینجا میگه که و برای آنانی که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید، تا پدر خود رو که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسیان و بدکاران. خداوند چیز نیکو یا حتی از آدمای بد دریغ نمیداره. ما اونها رو بد میدونیم، ما استانداردهای انسانی ما